سلام شنوندگان عزیز و محترم اینجا دهلی است امروز 21 ماه جولای سال 2023 میلادی وقت ساعت صبح هند برابر با ساعت نوی صبح افغانستان من میزبان شما هومر دتوال و تازه ترین اخبار هند و منطقه و جهان پیش شما حاضر هستم بیاید در آغاز برنامه توجه بدهیم با سرخط اخبار रनल विक्रमा सिंह है रईसे जमहूर श्रीलंका दर यक दीदो दो रोजा वह जदीद मिशात हिंद मेजबान किशोर ये आसियान दर मोरिदे दारोहा सुन्नति दियदास्त दे रई से बाग के जहानी अजय मीगुयत के हिंद फुर्सत ईजाद शुगल दरब तो तौलीदरा ब इस्तफादा फुर्सत चीन बा इजाफा यक दारत

वी मुरलीधरन वजीरे उमोरे खारजा असरे पंशा बारूद गहा वे इस्तबाल शर्त इन अव्वलीन सफ़रेऊ अजमानी तस्द्दीय पुसते रियातें जमहूरी अस्त इन दीदार दरहाली अंजाम मिशावायद के हर दो किश्वर हफ्ता दो पंजुमीन सालगर पर दे परौरीय रबाबीते डिप्लोमैिक्रॉ दस साले जारी जश्न भीगी र

अम्मा इन पंजरा तनह बरा मुदत कोताही दर दस्तरस दस्तरत वे गोफ्त इन फुर्सत दह साल बाज न आग ये बागा बबर निगरान दर देहरे जदीद गोफ्त के इन यक फ़ुर्सत से ता पांच सोलह आज के जंजीरा ये तामीन दर मखान दीगरी शुरू बा इजाफा शुदन खुनंद رئیس بانک جهانی در حالی که در مورد هند خوشبین به نظر می رسد گفت که باید 15 تا 20 میلیون شغل و تعدادی از افراد بسیار ماهر در تولید و فناوری ایجاد شود. آقای بانکا گفت که اگر یک کاهش رشد جهانی وجود داشته باشد، هند سهم بسیار بالایی از تولید نخالص داخلی خود را از مصرف داخلی خواهد داشت که در چنین زمانی بسیار مفید است. هند صادرات برنج سفید غیر باسمتی را برای اطمینان از دسترسی کافی داخلی به قیمت های مناسب ممنوع نموده است. قیمت های داخلی برنج روندی افزایشی دارد و قیمت های خرده فروشی بیش از 11 درصدی در طول یک سال افزایش یافته است. وزارت امور مصرف کنندگان اعلام кардааст که اوارز صادراتی 20 درصد دی برنج سفید غیر باسمتی دمهي اگست سال گذشته با منظور کاهش قیمت نو هم چدين اطمینان از وجود آن در بازار داخلی اعمال شد برنج سفید غیر باسمتی حدود 25 درصد از کل برنج صادراتی از کشور تشکیل میدهد वजारत आयुष रुजे पंशंबा कुनफरानसी अज हिंद व अंजुमान किश्वर हाइये जुनूब शर्क़ आसिया यानी आसियान दरमोरे तिब्बे सुन्नतीत तिहली जदीद पर गुजार नमोद दर मजमुआ हफतादो पंश नुमाइंदा अज हिंद व आसियान दरीन कुनफरानस शिरकत नमोद سروند سنول وزیر آیوش تی سخنانی با این مناسبت گفت که کنفرانس طب سنتی بستری را برای بحث در مورد عباد مختلف سیستمهای های طب سنتی برای دستیابی با اهداف توسعه پایدار فراهم می کند. وی گفت سیستمهای های طب سنتی پتانسیل بالایی برای ایفای نقش اساسی در دستیابی به هدف سلامت واحد دارند. डॉक्टर काओ कीम होन दबीरकुल्ल आसियान बसुखनर के मजाजी दरकुन फ़रानस एहसास के फरहंगी व हम चन शिवाहा पिजिशकी ये, ये सुनति बेने हिंदो आसियान मुनकिस नमोद او سه نقطه کلیدی را که منعکس کننده هم افزایی بین آسیان و هند است که جنبه های مختلفی را شامل می شود و جسته نمود که شامل همکاری در زمینه سلامت عمومی از طریق داروهای سنتی و مکمل است. اسپانیا باپایان دودان به شکارې چند ساله هوگو کارواخال رئیس ازبقه جاسوسيې بنزوئلا را به ايالات متحده استرداد نمود ځکه کې او با اتهامات قاچاقي مواد مخدر مواجه است کارواخال زماني از متحده نه نږدې هوگو چاويز رئیس جمهور فقيد بنزوئلا بود او اطلاعات مهمي درمورېد دولت چاويز واجانشي نه او نيكولاس مادورو دارل کاروخال پس از مخالفت با مادورو از ونزوئلا گریخت اما نتوانست از ارتش این کشور که با شاویز وفادار مانده بود حمایت کند شنوندگان عزیز این بود اخبار هندو جهان از شعبه دری که آکاشوانی اکنون ما را اجازه بدهید خدا حافظ شما و ما روزتان خوش باشد